سلام دوستان خوش آمدین به یک ویدیو دیگه و در این ویدیو یوتیوب یک آبدیت خیلی خلاصه از کل بازار کریپتو بیت کوین و بعض اول کوین ها را برای شما میدم امروز یک روز خیلی مهم برای کل اقتصاد جهان هسته بخصوص بازارهای مالی مثل بورس و ارزهای دیجیتال امروز جلسه FOMC فدرال رزرو آمریکا هسته جلسه فدرال رزرو آمریکا برای افزایش دادن سود بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر سود بانک مرکزی آمریکا روی 3.25 درصد هسته و بیش از 80 درصد سرمایه‌گذاران بازارهای مالی پیش کرده که فدرال رزرو آمریکا در این جلسه هم سود بانک مرکزی آمریکا 75 صدم افزایش میده و در مجموع به 4 درصد کامل مرسانه حالا 75 صدم چیزی است که بورس و ارزهای دیجیتال برش آمادگی گرفته یعنی پرایس کرده بورس سرمایه‌گذاران بورس و ارزهای دیجیتال میدانه که فدرال رزرو آمریکا در این جلسه 75 صدم سود بانک مرکزی آمریکا افزایش میده که وقت در مجموع سود بانک مرکزی آمریکا به 4 درصد مرسه چیزی که اینجا زیاد برای بورس ارزهای دیجیتال مهم است یعنی سرمایه‌گذاران بورس و ارزهای دیجیتال میشینه برش گوش میده لحن صحبت کردن جرون پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا در پرس کانفرانس امروز فدرال رزرو آمریکا هست که این پرس کانفرانس نیم ساعت بعد بعد از بعد از اعلام افزایش سود بانک مرکزی آمریکا هست یعنی اونجا جون پاول طرز صحبت کردنش در مورد اقتصاد چی هسته؟ هاوکیش هست یا داویش یعنی مثلا برنامه های اونا تغییر کرده یا نه طبق همو جلسات قبلی هسته اونا بازم برنامه داره که در جلسه دسامبر هم 75 صد سود بانک مرکزی آمریکا افزایش بده یا نه ببره روی نیم درصد منظورم یعنی کلا دیدگاه خب اونجا قطعا رئیس بانک مرکزی آمریکا جرون پاول دیدگاه خود نظر خود در مورد اقتصاد و برنامه در جلس های پیشرو برای جورنالست ها او بیشتر برای سرمایه بورس و ارزهای های دیجیتال مهم است چون از این طریق سرمایه بورس و ارس های دیجیتال میتونه جلسات پیشروی فدرال زرف آمریکا رو پیش بینی کنه یعنی فدرال زرف آمریکا در جلسات پیشرو چین تصمیمات را خواهد گرفت که بورس کریپتو شما میدانید که همیشه وقت جلو است از اقتصاد هم شخص جلو است یعنی آینده مثلا بعدش آمدگی میگیره پس حتما مرد در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام دقیق همین نام یوتیوبم مشتاق کاپیتال هست حتما مرد در اینستاگرام فالو کنین هر خبری بیاد من اونجا برای شما در اینستاگرام استوری میکنم اینجا هم ویدیو رو لایک کنین جدید هستین در کانال کانال سابسکرایب کنین زنگوله کنالش روی آل قرار بدین تا ویدیوهای جدید کانال از دست ندین میریم داخل کوین همین لحظه ای که من ویدیو رو برای شما میگیرم بیت کوین روی 20400 دلاره، ایتریوم 1556 دلار. بین 320 دلار XRP 45 سن دوچ 13 سن کاردانا 39 سن سولانا 31 دلار ماتیک 85 سن پول کادونم 6 دلار و 36 سن دارایی کل بازار کریپتو هنوز بالا 1 تلیون دلاره 0.5 تلیون دلار آنچنان تغییراتی در 24 ساعت گذشته نیامده دامنس بیت کوین یک مقدار دیگه هم پایین رفته 37.4 درصد یا یک مقدار بالا رفته دقیقا دمونه که دیروز روی چه عددی بود دامنس ایتیریوم 17.9 درصد حجم معاملات کل بازار کریپتو 83.4 میلیارد دلار بوده در 24 ساعت گذشته یک سر بزنیم به تریدینگ ویو شاخص دلار در حال حاضر روی دو هستن امروز بعد از جلسه فدرال رزرو آمریکا شما یک مقدار نوسانات در شاخص دلار می‌بینید اگر برنامه های فدرال رزرو آمریکا یک مقدار شل بشه در جلسات پیش رو یقین شاخص دلار پایین بره شاخص دلار پایین بره اون وقت بورس و ارزهای دیجیتال رشد میکنه یا ورس وایس برعکسش S&P در حال حاضر روی 3831 دلار هستن S&P امروز زیاد روز خوب شروع نکرد اینجا شما میبینه این مقدار پایین رفتن. اوراق قرضه 10 ساله و 2 ساله آمریکا رو ببینید یک مقدار رشد کرده فکر کنم این مقدار بذارم برم در یک تایم کوتاه‌تر نه چرا تغییرات نیومده ولی فکر کنم ای یکی یک مقدار رشد کرده بود ای دوس اوراق قرضه دو سال آمریکا خب یک سری هم بزنیم به آنچین بیت کوین چند تا از معیارهای آنچین بیت که من بررسی میکنم اینجا شما میبینید من اونها همشون گرفتم در لیست فیوریتم قرار دادم اس او, او پی آر بیت کوین رو ببینیم بذار بریم در یک تایمیت کوتاهتر ببینیم که خیلی راحتتر میتونیم تشخیص بدیم نه چون تغییراتی نیامده وارزی و خروجی کوین های بیت کوین از صرافی یا هی در حال خروج هسته برای اره مارکت خوبه ببینیم که ننگایی که بین 1000 تا هزار داره چیکار کرده کار خاصی انجام ندادن اینا فکر کنو. آره کار خاصی انجام ندادن نه خرید کردن نه فروختن دنگایی که بین 10 تا 100 هزار داره اینو باز دوباره خرید کرده زیادم خرید کرده خب ما تا حد بیشتر مثلا داده های مثبت از مارکت داریم تا داده های منفی و خواستم در مورد خبر یه خلاصه برای شما معلومات بدم در حال حاضر مثلا الگورون بذار من چلیزه ببینیم الگو الگو ده چند روز گذشته هی داره کم کم رشد میکنه دلیل هستیش همی جام جهانی است حالا بیت کوین متار پایین آمده پس دوباره پایین رفته تا بین اینا چلیز سخت در حال رشد است ماز از چیلیز ویدیو هم گرفتم بر شما در تیک و در تیک تاک و اینستاگرام آپلود کردم چیلیز در چند وقت گذشته رشد خیلی خوب کرده و اینجا ارز صرافی کریپتو دات کام صرافی کریپتو با ویزا کارت با هم یک پارتنرشی به شروع کردن که یک ایونت مخصوص NFT در قطر را اندازی کنه یعنی یک ایونت مخصوص NFT در قطر و من فکر میکنم خب دی ایونت شاید طوری باشه که در تصویرهای باشگاه اونجا ظاهر بشه درست است نه؟ چون در غیر از زو... کجا مردم بتانه ای در این ایونت اشتراک کنه به احتمال زیاد همونجا داخل باشگاه ای ایونت برگزار خواهد شد که تمام کسانی که بیننده و فوتبال هسته بتانه ای ایونت ببینه و احتمال اینکه لوگوی صرافی کریپ دات حالا ارز صرافی کریپ دات اینجا دیده بشه زیاده پس اینو میتونه روی قیمت ارز صرافی کریپ دات کام هم تاثیر بگذاره یک چیزی هست که دوستان فعلا من پیش بینی میکنم جزیات خیلی زیاد در مش وجود نداره که چطوری شروع و ختم خواهد شد مونتا ویزا کارت که در حال حاضر غول دنیای مالی هستن و crypto.com یک از بهترین صرافی ارز امروز مرز 70 میلیون کاربر رم شکستان امروز کاربران صرافی crypto.com به 70 میلیون نفر رسید یک از بزرگترین صرافی مارکت با هم یک پارتنرشیپ شروع, شروع کردن که یک ایونت مخصوص برای NFT در قطر در جام جهانی 2022 در قطر رو اندازی کنه دیگه همین جام فکر کنم یک مقدار میتونه برای کل بازار کریپتو یک نفس کوچیک بده ای بود از ویدیو امروز من امیدوار هستم که ویدیو برای شما دوستان مفید بوده باشه بوده لطفا ویدیو لایک کنید کامنت بنیسید حتما مر در فالو کنید نام اینستاگرام دقم نام یوتیوب مشتبا کاپیتاله تا ویدیوی بعد خدا نگهدار